بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و رحمت خداوند به شما و برنامه بعد از خبر خوش آمدید. ولایت بامیان از ولایات امن حتی در زمان جمهوریت بود. در 20 سال دوره حاکمیت نظام جمهوری به ندرت اتفاق می افتاد که حادثه تروریستی روی بده یا نشانه هایی از ناامنی در ولایت بامیان مشاهده شود. اما دو روز پیش یک اتفاق تروریستی در این ولایت افتاد که در آن شهروندان خارجی گردشگر یا توریست مورد حمله قرار گرفتند و 3 نفر از آنان کشته شد و 3 نفر دیگر هم بر اساس منابع دولتی زخمی شدند. این اتفاق در دوره‌ای که امنیت سراسری در کشور برقرار هست بسیار سوال برانگیز است. اما آنچه سوال در این مورد را جدیتر و عمیق‌تر و پیچیده‌تر می‌سازد، به دوش نگرفتن مسئولیت این حادثه از طرف هیچ جریانی است. در واقع هیچ گروه تروریستی تا کنون مسئولیت حمله به شهروندان خارجی در ولایت بامیان را بر دوش نگرفته و این سبب میشه که به لحاظ امنیتی آنچه در بامیان اتفاق افتاد پیچیده تر شود، در حالی که در موارد مشابه همیشه داعش خراسان پیشگام بود برای پذیرش مسئولیت انجام حمله تروریستی بر شهروندان غیر نظامی افغانستان یا حتی خارجی. برای واشکافی بیشتر این موضوع و تحلیل کارشناسانه آن در خدمت جناب جنرال محمد صادق شینواری، کارشناس امور سیاسی و نظامی و به ویژه تحلیلگر امور امنیتی هستیم. سلام با شما و بسیار خوش آمدید. اما رقمی که من در مقدمه عرض کردم، ما حتی در دوره جمهوریت ولایت بامیان را به عنوان یک ولایت امن و آرام می شناختیم. وقوع رویداد تروریستی روز جمعه در شرایط کنونی در ولایت بامیان به چه معناست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. به بینندگان تلویزیون تمدن و همکاران تکنیکی شما السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. در قدم نخست به شهدای مردم افغانستان که در بامیان روز گذشته جانای شیرین خود را از دست دادند، به خانواده محترمشان تسلیت عرض می کنم و همچنان به مجرمین از این حادثه از خداوند متعال صد کامل می خواهیم و به مجرمین از این که اتباع خارجی بوده هم به خانواده زیاد تسلیت عرض می کنم و به فامیلایشان. ببینین ولایت بامیان بدون شک که در گذشته هم یک ولایت با همون بوده و فعلا هم یک ولایت با همون بعد از سقوط جمهوریت، یعنی در دوره حکومت سرپرست یک ولایت با همون هست، ولی حادثه که روز گذشته ای به وقوع پیوست ناشی از غفلت بود. باید این غفلت باید ارگانه کشفی امنیتی و استخباراتی بامیان و خصوصا مسئولیت باید هم چنان مسئولینی که این ساعت توریستی که مربوط از یا هستن ای هم در ایسا یا مسئولیت دارن و غفلت کردن. ببینین در طول تقریبا 3 سال به این طرف اتباع خارجی به افغانستان رفت آمد میکنن و ایر میبینیم که یعنی اکثرت از یا بدون موظفین امنیتی یا از یک ولایت به ولایت دیگر یا سفر میکنن و شما در روز گذشته وقتی که در بامیان این واقعه رخ میتن شما ممکن تصاویر دیده باشین که یا وقتی که از هتل هالندیا گویا از بیرون میشن همراه از یا دیده میشه که
هیچ نوع موظفین امنیتی دیده نمیشه و بالاخره یا در یک سایه یا کور میشن و سر از عمله میشن و بیار از بین میبرن و این مجال فایل قضیه پیدا میکنه که از سایه ای فرار بکنن. باید در این راستا باید درست تامین امنیت میشد، ولی ما به این هم باید اکتفا نکنیم که گویا در افغانستان هیچ نوع حادثه رخ نمیده و انتظار هر حادثه در افغانستان متصور است، ولی به این اکتفا کردن که گویا افغانستان هم نست، ولی هیر ما به تمام جهان هیر نشان میتیم که یک تصویر مثبت زیر ارائه میکنیم، ولی این تصویر بسیار منفی را ارائه میکنه به مردم جهان. ببینین که 3 نفر در این که یا جانای خود از دست دادن که اتباعی اسپانیوی بودن، یکی از ناروی بودن و دو تن دیگه شام که فکر میکنیم که یکی هم از ایتالیا بوده و از یک کشور دیگه هم بوده، لیتوانیا. دیگه این چند کشور اتباعی چند کشور بودن، ایره بسیار یک موقع اساس بوده برای می کسی که این فعل انجام میتن و ایره میگیرن به خاطر از اینکه اینجا چند اتباعی چند کشور بوده و این طور معلوم میشه که عمله سازماندهی بوده و متاسفانه که تا فعلا هیچ گروه ایره به دوش نگرفته. ولی همین مهم است، همین موضوع جدی دیگر است که باید مورد تأمل قرار بگیره. جناب جنرال صاحب، هیچ گروهی تا کنون مسئولیت حمله را به دوش نگرفته، این ابهام و سردرگمی چقدر شرایط امنیتی افغانستان را پیچیده تر میکنه؟ ببینین هر قضیه که رخ میتن فایل قضیه نامعلوم باشن ایره یک چالش است و در مسائل امنیتی هم یک سلسله مشکلات بار میرن که هیچ گروهی ایره به دوش نمیگیره و سرنخ از این فایلین اصلی قضیه هم لادرک میباشه و گنگ میباشه و این مسائل دیگر هم انتظار از این میره که چنین قضایایی که رخ میتن و اگر فایل پشت پرده هم در افغانستان باشه و ایره مسئولیت به دوش نمیگیرن، این خودش یک مشکلات به بار میارن. باید ارگانهای کشفی و امنیتی خصوصا استخباراتی که در تامین امنیت بر علاوه شهروندان افغانستان مکلفیت و مسئولیت های اساسی دارن، بلکه در تامین امنیت اتباع خارجی هم مکلفیت ها و مسئولیت های اساسی مثل شهروندان افغانستان داره، چرا که یا در افغانستان میان یا به گونه یک اتباع خارجی و همچنان یا به این فکر هستن که در افغانستان امن است و یا اینجا میان و یک میمان هستن و نباید چنین عمل فجیع در مقابل از یا صورت میگیره. ببینین گروه تباکار، گروه تروریستی همیشه در افغانستان یا جان مردم افغانستان گرفتن، آل شروع بعد با خارجی کردن که این یک تصویر بسیار منفی را به جامعه جانی را ارائه میکنند یا یک تصویر بسیار تاریکه که نباید در اینجا اتباع خارجی در افغانستان بیاین و همچنان در اینجا گشت گذار کنن. بله امیر، میخواستم خدمت شما عرض کنم که وقتی شهروندان خارجی یا اتباع خارجی در کشور ما ترور میشن و از بین میرن، این بازخورد جهانی و بین المللیش چیست و اعتبار حکومت سرپرست افغانستان را به لحاظ تأمین امنیت در چه سطحی قرار می ده؟ ببینید یک ویژگی خاصه که جامعه جهانی هم به این تن دادن و این هم گفتن و می گوین که در افغانستان یگانه ویژگی که طالبا دارن حکومت سرپرست دارن و تأمین امنیت است، ولی اگر این ویژگی را از دست بتن و این اعتبار اعتماد این حکومت نظامی ساقط میشن، بناهن باید یا در این راستا باید یا بسیار زیاد توجه بیشتر داشته باشد و همچنان حالی یک تجربه شد چنین عمل فجیع
بعد از سقوط جمهوریت در حکومت سرپرست صورت نگرفت، ولی حالا میره باید ساده نگیره و ما به این اکتفا نکنیم که در ولایت بامیان گفته میشه که تعداد 6 الی 7 تن به حتام از این واقع گرفتار شده، این که فایل اصلی است یا نیست او گپ بعدی است، ولی ما به این گرفتاری باید اکتفا نکنیم، باید یک پلان جامع امنیتی را در خصوصا در مورد اتباع خارجی باید داشته باشیم. سکوت تجار از یک ولایت به ولایت دیگر، از یک ولایت به ولسوالی ها در برگشت و در او سایه که یا در اونجا بودوباش دارن و یا در ساعت توریستی یا میرن دیدن میکنن، باید یا یک کور امنیتی باید داشته باشه و همچنان پلانای جامعی امنیتی را ما در قبال ازی باید داشته باشیم که متاسفانه فکر نمیکنم که این طور یک پلان یا داشته باشن و من بعد باید به این توجه بیشتر باید بکنن. در مورد مشابه، داعش خراسان همیشه متهم ردیف اول بود و غالبا هم مسئولیت حملات تروریستی بر شهروندان افغانستان را به دوش می گرفت. اما با سکوت گروه داعش خراسان در قبال حادثه بامیان، فکر میکنین چه جریان باید مسئول شناخته شود؟ ببینید تا فعلا هیچ جریان این مسئولیت واقع را به دوش نگرفتن و این مشکل خواهد بود که اگر داعش، گروه داعش این عمل انجام داده باشد، باید یا این مسئولیت باید به دوش میگرفت. ولی ممکن این اگر حرکت تکتیکی باشد، ممکن داعش این عمل انجام داده باشد یا گروه دیگر، ولی ای اگر حرکت تکتیکی است، میخواین که یا از این برابرداری کنند، از این حالت گنگو، از این حالت که فایل قضیه معلوم نیست، هیچ گروهی ای را به دوش نگرفته، ولی این ممکن بخواین که هدف از این باشه که در بین ارگانهای کشفی و امنیتی در اینجا یا را به چالش بکشن، یا را راگم بکنن و یا را از این کده یا مسئولیت از این یا به دوش بگیرن. این برای جا بسیار نفع میرسانه که در بین ارگانه کشفی و امنیتی و استخباراتی افغانستان اینجا یک سردرگمی دمیان میان و اینجا بعض سوالا باید پیدا شد و همچنان یا را به اصطلاح اموان بگم گنگز بسازن که گویا این قضایه را کی را انجام دادن، پشت پرده کی هستن. ولی ما امیدوار هستم که افراد و اشخاصی که گفته میشه که بعد از این واقعه در کوتاه‌ترین وقت این افراد گرفتار کردن یا از یا چیزی را به دست بیارن در جریان تحقیق و یا فایلین قضیه را نشان بدن و یک پشت پرده کی است. ولی استخبارات منطقه معلوم میشه که میخواه که طالبان را هم به چالش بکشن، این حکومت هم به چالش بکشن و هم چنان امی ویژگی را که ما اشاره کردم که طالبان دارن که امی تامین امنیت است، با ایرا با جامعه جهانی نشان میتن که یا خود کدام چیز دیگه نداره، صرف این امی امنیت است و این امنیت هم به می شکل از اتباعی خارجی در اینجا مسئولیت ندارن. بارا امی کشورهای مثلا انگلستان و امریکا و دیگه کشورها یا اعلان کردن به اتباعی خارجی خود یا تفهیم کردن که شما به افغانستان سفر نکنین. قبل از این هم و این هشدار را داده بودند و این هشدار هم همه کشورهای خارج داده بود به اتباع خود که جان شما در خطر است، ولی امو واقع صورت گرفت یا بالای ازیا یا بالای دیگه اتباع خارجی خود اتباع خارجی بودند. ولی در این حساب باید ارگانه کشفی امنیتی باید توجه زیاد می‌داشت، باید امی شک تردید و یا اطلاعات باید یا ارزش می دادن که گویا امی اتباع خارجی یا مثلا انگلیس ها یا امریکا ها چی میگن، آیا امی گپ تا کجا واقع است، این باید یا تدبیری خود می گرفت اگرچه هیچ گپی نمی بود. ولی تا جایی که ما خبر دارم که تقریبا یک 20 روز یا یک ماه قبل هم یا هشدار را داده بودن، ولی ما باید این تدابیر را می داشتیم ولی متاسفانه نداشتیم و چنین واقع بسیار ناگوار رخ داد. همون رقم که شما میشه فرمودین، از زمان بازگشت حکومت سرپرست به قدرت به ندرت اتفاق افتاده یا حتی اتفاق نیفتاده که اتباع خارجی مورد حملات مرگبار تروریستی قرار بگیرن، اما در بامیان این اتفاق افتاد. از نظر شما چرا
خارجی ها در ولایت بامیان هدف حمله تروریستی قرار گرفتند. آیا هدف ساقط کردن اعتبار و ادعای حکومت سرپرست در زمینه تواناییش برای تامین امنیت است که بخواهند به در واقع کشورهای خارجی و جامعه جهانی نشان بدن که آنگونه که ادعا میشه توانایی تامین امنیت در نیروهای حکومت سرپرست وجود نداره، یا اینکه هدف منزوی ساختن بیشتر حکومت سرپرست به لحاظ سیاسی است در نظام بین الملل و بیباور ساختن جهان نسبت به حکومت سرپرست افغانستان؟ آیا اهداف سیاسی از این اتفاق دنبال می شده یا صرفا اهداف امنیتی مد نظر بوده؟ ببینین، هر دو اهداف یا تعقیب می کنن، هم اهداف سیاسی است و هم اهداف امنیتی است. ببینین، سوال در اینجا است که چرا همی واقع در ایرات رخ نداد؟ در اونجا هم توریست ها سفر می کنن. بله. چرا در غور؟ چرا در ولایت دیگر؟ چرا در قندار؟ ببینین، ولایت بامیان در زمان جمهوریت هم یک ولایت با امن بوده و ای که از لحاظ تاریخی ولایت بامیان، یعنی ای تقریبا در 195 کشور دنیا ای بسیار شهرت داره از لحاظ تاریخی. بله. ولایت بامیان ما که در اینجا زیادتر ادبای خارجی که آمدن از بامیان دیدن کردن و میکنن، چرا که برزیا هم ای از لحاظ تاریخی ارزش دارن، با می ادبای خارجی هم بنهان ای طور یک نقطه را انتخاب کردن که در اینجا رسانه ها باید سر از صحبت بکنن، یک انعکاس بسیار زیاد بکنن در جامعه جانی و در کشورها که همین بسیاری ادبای خارجی که در افغانستان میان میگن که ما بامیان میریم، اگر چی یا اگر ایرات هم بره میگه ما بامیان میریم. چرا ولایت بامیان برای زیاد از لحاظ تاریخی بسیار ارزش داره، باید دیدن بکنن. ای طور یک نقطه را استخبارات منطقه ای را چیز کردن، زیر نظر گرفتن که در همی بامیان باید از بین برون. بله. که اینجا خارجی هم دیگه سفر نکنه، دیگه معلات تاریخی افغانستان هم دیگه یا دیگه نام نبرن و دیگه در افغانستان نبین و ایره به جامعه جانی نشان میتن که ولایت بامیان که از لحاظ تاریخی بسیار ارزش داره ای نام نست. ای طور یک نقطه بسیار اساس یا انتخاب کردن و در عقب ازی هم اهداف سیاسی بوده و هم اهداف نظامی بوده، نظامی و امنیتی. روزنامه تایمز اوراسیا در گزارش اخیر و تازه خودش نوشته که در حال حاضر 23 گروه بزرگ تروریستی در افغانستان فعالیت میکنند به شمول داعش خراسان، در حالی که حکومت سرپرست مدعی برچیدن بساط جریانهای تروریستی از خاک افغانستان است. از نظر مقامات حکومت سرپرست هیچ جریان تروریستی و هراس افکن در افغانستان فعال نیست و هسته های مرکزی این جریان ها برچیده شده و از بین رفته. اما این ادعا از طرف روزنامه تایمز اوراسیا مطرح شده. اگر این ادعا راست و درست باشه، حکومت سرپرست چگونه باید گروه های تروریستی را مهار بکنه؟ اگر از اون طرف هم به قضیه نگاه کنیم که داعش و خراسان حمله تروریستی بامیان را انجام نداده باشه، خب احتمال این که توسط یکی از این گروه های تروریستی بیستگانه این عمل انجام شده باشه وجود داره. در این صورت چیزی که اتفاق میفته سقوط اعتبار امنیتی افغانستان در انظار جامعه جهانی و افکار عمومی مردم افغانستان است. چگونه حکومت سرپرست میتونه که این جریان ها را مهار و مدیریت بکنه و امنیت سراسری مورد ادعا را محقق بسازم؟ ببینین، یک ایداست، این ایدا در جمهوریت هم بود و این ایدای نهادهای خارجی و نهادهای حقوق بشر، ملل متحد، شورای امنیت، این ایدا را در جمهوریت هم داشت، در امارت هم دارن، یک ایداست. فلازا یا نتانستن که بدون چند گروه
در زمان جمهوریت ایره به اثبات برسانه و دیگه گروه ها را میگفتند که 24 گروه است و 23 آل خو میگه 23 است. امی گروهی که میگفتند که طالب هستند ایره منفی کرده 24 بود، آل 23 است و یا اداره داشتن. ببینین در سابق هم میگفتن که داعش خراسان از افغانستان، القاعده است، جنبش اسلامی ترکستان است، ترکستان شرقی البته، جنبش اسلامی ازبکستان است، تحریک طلبای تاجیکستان است و گروه بلوچ است که این گروه در زیر چتر جمهوریت میگه هستن. در روز زمان میگفتن آل میگن که در زیر چتر امارت است. گپ اینه، گپ است. دو وقت میگفت که جمهوریت در زیر چتر جمهوریت است، آل میگن در زیر چتر امارت یا فعالیت میکنن. ولی این ادعا باید این اثبات میخواین. اگر همی کشورها میخواین که این درد سر گروه ها را یا برطرف بکنن و این مشکلات را رفع بکنن، باید با می طالبا اگر به رسمیت هم یارا نمیشناسن، باید با ازیا یک همانگی داشته باشن، بیرن مهربانی کنن. همه گزارشه که به قدر مثلا به گزارش تویر یا ارائه میکنن یک قدر مصارف میکنن که ما این همه گزارش یا تایه میکنن اطلاعات جمهوری میکنن، ایخو مصارف میخواین و بعد از این که یا یک نشست را میگیرن دمو قطنامه ازی دمو آخر ازی یا نشه کنن که ما میریم با طالبا تماس میگیریم یا یک مرکز امونگی رو ایجاد کنیم تا که گروه را ما برزانشان. آل امی طالبا میگه که برادر امی گروه را بر ما نشان بدین، یه دا کجاست ما خو ندیدیم. ولی هر گروه که سر خود بالا کنه ما ایره سرکوب میکنه. مثلا داعش یا میگن که نیست و میگن هست. از این بیخی یک ماما جور شده، ببینی صبح باز سر بالا کرده ده اونجا یک عمل انجام داده. ولی ایره ما باید بپذیریم که یک گروه هست، ای که امیتور عملات انجام میتن، باز پسان میگه میره تقبیه میکنیم و ایره خوب میشنویم که گروه داعش ایره مسئولیت بگردن گرفت. چرا از این نگویم که امی گروه هست سرکوبش میکنیم یا از بین میبریم؟ ولی اعلان شده امروز، یعنی ایتور وقت زمان شده که 2 ساعت قبل از این اعلان شده حکومت افغانستان گفتر که در اینجا داعش وجود نداره، 2 ساعت بعد یا عمل انجام داده. ولی اینجا چی است که اینجا همه بیباوری ها بیعتمادی ها اینجا چیز میشه به میان میان؟ یعنی گپ همه با امارت اسلامی را کسی باز گوش نمی کنه، همه جامعه جانی و ای را اگه ماما فکر میکنن. باید در این راستا تنها اینجا مسئولیت و مکلفیت امارت ندارن، واضح ما باید بگیم. اینمی کشورهایی که میگن که در افغانستان این گروه هست یا یک نوع مسئولیت و مکلفیت هیچ که نشه، یک مسئولیت انسانی خود دارن، بشری خود دارن، یا هم دل بسوزانن بین امرای این مسئولین باید بشینن، امرای مسئولین باید اینمی اطلاعات استخباراتی رو شریک بسازن، بگن که برادر اینمی گروه هست در اینجا هست. ببینین تاجیکستان هم میگن که در افغانستان گروه، در حالی که اینمی ها لینه تحریک طلبای تاجیکستان میگن افغانستان است. چرا جا در تاجیکستان نمیکنن؟ چرا در ازبکستان نمیکنن؟ چرا در پاکستان نمیکنن؟ یا خوب جای خلوت یا چی کردن که در اینجا جایی است که در اینجا جهاد فرض عین است، باید در اینجا جهاد شوه. نه، ولی تو نیست. باید اینمی نهادهایی که امی گزارش ارائه میکنن یا باید بین و یا هیچ نبین، تماس بگیرن امروزی همراه وزارت خارجه تماس بگیرن، امرای استخبارات امی امارات اسلامی تماس بگیرن که برادر اینمی گروه، اینمی تحریک طلبای تاجیکستان دهی ولایت از دین ولسوالی است، این اسنادش و در این جنبش اسلامی ترکستان شرقی در اینجا است. این خوب گپ است یا متوجه شون این را مار بکنن، در او اخباز مار میشن. بله، ولی که یا میگن که با این گروه هست ما میگیم که نیست، این راه حل نیست، نه این مشکل حل نمیکنه. بسیار خوب، بعد از بر سر کار آمدن حکومت سرپرست، روابط افغانستان و پاکستان برخلاف انتظار بسیار پرتنش شد و ما شاهد تقابل گسترده کابل اسلام آباد بر سر مسائل مختلف هستیم. این تقابل و تنشی که در روابط کابل اسلام آباد جریان داره چقدر میتونه از زمینه ساز آسیب پذیری امنیتی افغانستان شود؟ ببینین اگر جمهوریت بود،
اگر امارت بود، همیشه ای را خواستن که باید با پاکستان مناسبات خوب داشته باشن من حیث یک همسایه، و از این انتظار هم میرفت و انتظار هم میرن. ببینیم با پاکستان ما 2240 کیلومتر ما سرحد مشترک داریم، یک سر مشترکات از لحاظ مذهبی داریم، مهاجرین ما در اونجا است، داد ستوت اقتصادی تجارتی صادرات و واردات داریم. ولی انتظار افغانستان سابقا همی بود که با پاکستان رابط خوب داشته باشه، همی جمهوریت هم دارن. ببینین ما فکر نمی کنم که یک روز از این هم پوسای سردی افغانستان بالای ازیا عمله کرده باشن یا تجاوز کرده باشن و یا سیم خاردار را پشت کرده باشن که میگن که ما در این جمعی ساحه نقطه صفری پاکستان ما ایثار کشی میکنیم. همیشه پاکستان هم در جمهوریت بالای خاک افغانستان تجاوز کردن و افراد کردن، تفرید کردن و حال هم میخواین. ولی در او وقت هم جمهوریت میخواست که با پاکستان روابط خوب داشته باشه، حال هم دارن و حال هم دارن. و حال ای که مشکلاتی که بعضی وقت پیش میان، مشکلات سرحدی و یا دیگر مشکلاتی حال ادامه کنن که در اینجا مراکز تروریست ها هستند در افغانستان و ای عملهایی که در پاکستان میشه بالای می نظامیان، ای از افغانستان اینجا سازماندهی میشن، ای اداره سابق جمهوریت هم داشت که از پاکستان میشه، حال پاکستان داره که از افغانستان میشه. یعنی ای ادعا سابق هم بود و حال هم است و سابق هم جمهوریت ای را با اسناد مستند ساخته بود، ولی یا نمیتونه کمی را مستند بسازه و ادعا میکنه یا میگه در کجاست، در کجاست، در اینجا تی تی پی در کجای افغانستان است، در کجای افغانستان در اینجا مراکزشان است، بین مهربانی بین شریک بسازم اطلاعات. بله لوید ریسیز پاکستان تا امریکا رفته میتونه، تا افغانستان آمده نمیتونن. در اینجا چرا همی اطلاعات با همی حکومت چرا شریک می سن؟ اگر به باور است مهربانی دمی مجالس بزرگ بین المللی که می شینن در اینجا پیشنهاد بکنن یک سالسل بالخیر یک کشور سوم انتخاب شوند، ببینن که مشکل در کجاست، آیا اینمی مشکل ما را اینمی جامعه جانی حل می کنن. حال دی فکر است نیست، دی فکر همیشه میخواد که با پاکستان ما درگیر باشیم، با ایران ما درگیر باشیم، با تاجیکستان و ازبکستان ما درگیر باشیم و در همین طور اقالت به سرنوشت ما به سر ببریم. متاسفانه بسیار سپاسگزار هستم جناب جنرال محمد صادق شینواری، تحلیلگر مسائل امنیتی و پژوهشگر در حوزه مسائل نظامی. از حضور همراهی شما سپاسگزاری میکنم و برایتان شب و روز خوب و خوش و سرشار از شادمانی آرزو میکنم. خدا نگهدار.